مادامی که گزینه استوار و جدی در برابر جمهوری اسلامی وجود ندارد، کشورهای جهان حتی دموکراسی ها ناچارند با کشور 80 میلیونی ایران در منطقه بسیار مهم خاورمیانه به طریقی کنار بیاید. این به این معنی نیست که در تمام زمینه ها بی انتقاد خواهند بود به جمهوری اسلامی، بلکه در بسیاری از موارد حقوق بشری انتقاد بکنند، ولی ناچارند در بسیاری از موارد با جمهوری اسلامی کنار بیاید. این توهم اپوزیسیون ایرانی باید از خود دور کند که گویا قرار است حل مسئله نظام ولایی را کسی دیگری جز ایرانی انجام دهد. اگر ایرانی به جای این تفرقه یک گزینه متحد گسترده باشد، می تواند مطمئن باشد که تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای دموکراتیک پشتیبان آن است. و تا آن روز مادامی که چنین گزینه تشکیل نشود، بیشتر از اسدالله اسدی ها را به ایران خواهند فرستاد و من محتمل می دانم و از این بابت بسیار نگرانم که نوری را هم سوئد به ایران باز پس فرستد و حتی دلارهای بلوکه شده نظام بلایی را هم آزاد کند.